سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی برنامه. انشاءالله که موفق باشید. ما را هم دعا کنید. دعاگوتون هم هستیم. حتما میدونید که موضوع برنامه احکام دینی است. بحثمون در مسائل وضو بود. اون هم شرایط صحت وضو. یعنی شرایطی که با وجود این شرایط و مراعات این شرایط وضو صحیح است. و اگر این شرایط مراعات نشود وضو صحیح نخواهد بود. از جمله شرایط گفتیم که آب وضو باید پاک باشد، آب وضو باید مطلق باشد، مضاف نباشد. این دو شرط شرط واقعی است، به این معنا که اگر کسی وضو گرفت بعد از مدت ها فهمید که آب پاک نبوده است، این وضو باطله، نمازی هم که با اون خونده صحیح نیست. وضو گرفت با آبی که مضاف است، بعدن متوجه شد وضوی گرفت شده صحیح نیست، نماز خونده شده هم با اون وضو صحیح نیست. اما شرط دیگر این است که آب وضو مباح باشد، یعنی قصبی نباشد. اگر کسی نمیدونست آب قصبی نیست، قمقمه برداشت رفت وضو گرفت، بعد متوجه شد قمقمه آب مال رفیقش بوده، مال دوستش بوده است، یعنی ملک خودش نبوده است، اختیار نداشته، قصبی بوده است. نمونهش امروزه ممکنه در بعضی جاها مثلا آب سرد کنه هستی، توجه نداره که این شیر آب سرد کنه برای نوشیدن است و میره وضو میگیره، بعد متوجه میشود، چون که آبی که مخصوص نوشیدن گذاشتن یا وقف نوشیدن است نمیشه باش وضو گرفت. افراد در حرمها و مساجد وقتی که مراجعه میکنن، مخصوصا مسجد الحرام و مسجد النبی، برای افراد زیاد اتفاق میفته، میرن از همون کلمنها و ظرفهایی که برای نوشیدن هست وضو میگیرن، اگه توجه داشته باشه وضو باطله. اما اگر نمیدونست بعد متوجه شد، میفرمان وضویی که گرفته صحیح است، نمازی هم که با این وضو خونده صحیح است، باطل نیست. خب بنابراین گفتیم که آبی که باش وضو میگیریم یا باید ملک خودمون باشه، مال خودمون باشه، یا لااقل اختیار استفاده از اون رو داشته باشیم، اجازه گرفتیم یا میدونیم راضی است. اما اگر آبیش که نمیدونیم صاحبش راضی هست یا نیست، نمیشه وضو گرفت. میدونیم راضی نیست، نمیشه وضو گرفت. آبیش مخصوص افراد خاصی، وقف افراد خاصی است، مثلا یه مدرسه است، یه اداره است برای کارمندان اون اداره و ارباب رجوع، حالا افرادی که مثلا تو اون خیابون همه مغازه دارن، برن اونجا وضو بگیرن. خب معلومه که برای اونا نیست وضو بگیرن، وضو صحیح نیست. یا این مدرسه علوم دینی است، وقف طلاب اون مدرسه است، یا دانشگاه است برای همون دانشجویان اونجاست، دیگران بخواد برن اونجا وضو بگیرن، این وضو صحیح نیست. و اما وضو گرفتن از نهرهای بزرگ، جوی آبها و نهرها و اینا که از قدیم هم متداول بوده، افراد وضو میگرفتن یا تصرفات جزئی داشتن، یه ظرف آب برمیداشتن، اینا رو فرمودن اشکالی نداره، اجازه نمیخواد، مگر اینکه انسان بدونه که راضی نیستن، مثلا تابلو زده باشن. حالا بعضی جاها دیدید که کنار جوی ها نوشتن شستشوی اتومبیل یا شستشوی ماشین ممنوع، یا شرعا جایز نیست، یا راضی نیستیم. حالا اگر کسی آمد تابلو زده وضو نگیرید، خب معلوم میشه که صاحبانش راضی نیستن. بنابراین اگر انسان متوجه بشه که راضی نیستن نمیتونه وضو بگیره. اما اونی که نمیدونه و متعارف و بین مردم این است که اونجا وضو میگیرن یا آب بنوشن یا آب مقداری برمیدارن برای مثلا ظرفشون آب بکنن، اینا این مقدار تصرفاتو گفتن اشکالی نداره. خب و اما شرایط دیگر در وضو، از جمله شرایط فرمودن اعضای وضو باید پاک باشد. اینو قبلا هم اشاره کردیم، یعنی در اعمال وضو، بحث اعمال وضو، صورت، دستها، سر و پاها که اینا اعضای وضو هست باید پاک باشد. هرچند لازم نیست از اول وضو تماما پاک باشد، مثلا دست چپش زخمه، کمه زخمشم،
صورت رو میشوید، دست راست میشوید، اینم آب میکشه، خیلی هم طول نمیکشه، باید زیاد طول نکشه، و بعدش هم دست چپ رو میشوید، این اشکال نداره. صورت رو شست، دست راست رو داره میشوید یا دست چپ داره میشوید، صورتش خورد به یه جایی کمی زخم شد، اینم وضو صحیح هست. اما موقعی که میخواد عضوی را بشوید یا مس بکشد، اگر نجس باشد یا هنگام شستن یا هنگام مس نجس بشود، این وضو باطل است. باز شرط دیگر این که گفتن در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب نباشد، که اینم یه خورده تفصیل داره. اجمالا نگاه کنید، چیزی رو دست نچسبیده باشد، رنگی نمیدونم مانعی که جرم داره نباشد، که اگر باشه باید برطرف بشود. این نمونه ها و مصادیق زیادی داره، سوالم زیاد میشود که بعد باید انشالله بهش در برنامه دیگر بپردازیم، الان فرصت نداریم. و اما اولین سوال این برنامه که میخوام خدمتتون بخونیم، گرچه سوال بسیار زیاد است، سوالا رو ما انتخاب میکنیم، چون که بعضی از سوالایی که مطرح میفرمایید یعنی نوشتید برای ما تکراریه، بعضی هاش هم قابل طرح در برنامه نیست، بعضی از اینا هم تشکر است و خلاصه پیشنهاد و امثال اینا. پرسیدن که بله، شستن صورت هنگام وضو با دست چپ اشکال دارد؟ نه، اشکالی نداره، با دست راست باشه یا با دست چپ. بله، مس سر رو بسیاری از فقها فرمودن با دست راست باشد، اما شستن صورت اصلا دست موضوعیت نداره، دستم نکشید بشویید بگیرید زیر شیر شسته بشود یا وضوع ارتماسی بگیرید، درست. سلام، ما جایی سرایدار هستیم که بچه های دانشجو اونجا هستن، چند تا بسته های شکلات مونده بود و برداشتیم و خوردیم و نمیدانیم برای کیه، میخواستیم ما رو راهنمایی کنیم. یه وقت هست نگاه کنید، بسته های شکلاتیست که پیداست اینا رو رها نکردن، حالا جا گذاشتن، اما احتمال داره بیان سراغش و نمیدونیم هم راضی هستن یا نه، اینا رو نمیشه استفاده کرد. اگر استفاده کرده باشید، خورده باشید، برداشته باشید، باید صاحبانشون راضی کنید. اگر هم گفتن شکلات های ما رو بدید، باید برید بخرید بهشون بدید، پولشو بدید، پولشو میدید. اما یه وقت هست نه، یه چیزایی رو گذاشتن تو رفتن، معلومه که دیگه سراغش نمیان. شما دیدید بعضیا مثلا تو رستوران، تو هتل ها و اینها هستن، یا حتی رستوران ها سر میز غذا میارن، بعضی چیزایی میارن، گاهی مثلا دست نمیزنن ولی میرن دیگه، یا تو هتل هست مثلا صابون هست، چیزای دیگه هست، مال این هاست، میتونن استفاده کنن، بعضی هاش هم میتونن ببرن ولی نبردن، گذاشتن. یا دیدید که در خانه گاهی وقتا یه چیزی میذارن بیرون خانه که ببرن اصلا، یا کسی که میاد مثلا زباله میبره اینا رو هم ببرن، یا ضایعات رو میبرن اینا رو ببرن، پیداست که گذاشتن که دیگه ازش اعراض کردن. اصطلاحاً اون چرا که صاحبش میدونیم یا از قرائن معلومه که ازش اعراض کرده، یعنی دیگه سراغش نمیآید، کسی دیگه ببره راضیه، این اشکالی نداره اگر اینجوری بوده است. خب جوابمون طولانی شد. باز پرسیدن در مورد اعراض از وطن، خب ما کلمه اعراض به کار بردیم، اعراض از وطن هم سوال کردن، کسی که اعراض کرده بعد از یک سال خانه ای ساخته و هر ماه میرود، نماز روزه چگونه است؟ اعراض از وطن به این معناست که شخص از وطنش کوچ کنه بره جای دیگه و دیگه تصمیم نداشته باشد برای زندگی به اونجا برگرده. حالا ممکنه گاهی بره برای اقوام و خویشان رو میبینه، یا برای هواخوری، یا ملکی داره میره سر میزنه، اما برای زندگی دیگه نمیخواد بره اونجا یا بنایی ندارد برود، اینو میگن اعراض. پس اگر کسی هنوز از اونجا نرفته، در وطنش داره زندگی میکنه ولی بنا داره آینده برود، این اعراض نیست. از اونجا رفته جای دیگه زندگی میکند، ولی احتمال میده باز یه روزی برگردد اونجا زندگی کند، یا اصلا بنا داره میگه بعد از بازنشستگی میریم همون وطن خودمون، اینم اعراض نیست. اما اگر کسی واقعا اعراض کرد، از اونجا رفته و دیگه بنا ندارد یا میدونه دیگه بر نمیگرده برای زندگی اونجا، این میشه اعراض. اون روستا یا شهری که وطنش بوده است با شهر و روستاهای دیگه فرقی نداره، وقتی که میره اونجا اگر تصمیم موندن 10 روز داشته باشد نمازش کامله، تصمیم نداره نمازش شکسته است. بنابراین این موردم اگر جوریش که فقط میرن اونجا سرکشی میکنن، چند روزی میمانن ولی بنای زندگی در اونجا ندارن یا بنای بازگشت به اونجا برای زندگی ندارن، نمازشون شکسته است، مگر با قصد موندن 10 روز.
باز پرسیدن بعد از نماز جماعت اگر متوجه شویم شرایط نماز جماعت رعایت نشده، نماز اونها قبول است یا فرادا محسوب می شود؟ اگه بعد از نماز جماعت متوجه شدید شرایط نماز جماعت مثلا اتصال صفوف برقرار نبوده، اما موقعی که اقتدا کردید در بین نماز خیال می کردید اتصال برقراره، بعد متوجه شدید، یا خدای ناکرده متوجه شدید امام جماعت قرائتش صحیح نبوده است، نماز خونده شده صحیح است، این نماز جماعت که خوندید صحیح است، اعاده و قضا نداره. حالا نمیدونم فرصت هست بازم سوال بخونیم یا دیگه وقتمون تمام هست. پرسیدن که بله میخواستم بپرسم وقتی زن فوت کرد مادر زن به دامادش محرم هست یا نه؟ حالا این خانم این مرده دامادی داره، از دنیا رفته است، آیا این دامادش موقعی که ایشون مرد نامحرم میشود؟ نه، با مردن کسی محرمیت از بین نمی رود. یا بعضی ها مثلا میگن که طرف خانمش از دنیا رفته دیگه شوهرش بهش محرم نیست، نه، محرمیت از بین نمی رود، محرمیه اگر بدنش ببینه اشکالی ندارد. خب فرصت به پایان رسید، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، امیدواریم موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خلاصه این برنامه. در این برنامه بحث شرایط وضو را پی گرفتیم و در این راستا به چند مسئله اشاره کردیم. اول اینکه آب وضو باید پاک و مطلق باشد. این دو شرط واقعی است، یعنی اگر بعد از وضو گرفتن و حتی نماز خواندن متوجه شود که آب وضویش نجس یا مضاف بوده، وضو و نمازش باطل است. دوم، آب وضو باید مباح باشد. اما اگر انسان نداند که آب وضویش مباح نیست و بعداً متوجه شود، وضو و نمازش صحیح است. سوم، اگر می‌دانیم که صاحب آب راضی نیست که ما با آن وضو بگیریم، یا نمی‌دانیم که رضایت دارد یا نه، در هر دو صورت نمی‌توان با آن وضو گرفت. همچنین اگر آب مخصوص افراد خاصی یا وقف افراد خاصی باشد، دیگران نمی‌توانند با آن وضو بگیرند. چهارم، وضو گرفتن از جوی‌ها و نهرهای بزرگ اشکالی ندارد و نیازی به اجازه ندارد، مگر آنکه بدانیم مالک آنها رضایت ندارد. پنجم، پاک بودن اعضای وضو هنگام شستن یا مسح آنها نیز از شرایط وضو است. ششم، یکی دیگر از شرایط وضو آن است که در اعضای وضو مانعی که جلوی رسیدن آب به این اعضا را می‌گیرد نباشد. در برنامه بعد بحث شرایط وضو را ادامه خواهیم داد. السلام.